بریم. خب یه مضراب که یادم رفتتون بگم، از آخرین مضراب سری اول تمرینای مضرابمون در حقیقت مضراب 3 تا 1 هست، بعد از مضراب 2 تا 1 که راست راست چپ هست. مضراب 3 تا 1 تقریبا یه حالت پایه 2 4م به شما میده که یه مضراب راست اول اون 2 تا 1 اضافه میکنیم. یعنی میزنیم تو 2 تا 1 میزدیم راست راست چپ، حالا میزنیم راست 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 چپ، یعنی یه مضراب راست اضافه میشه به این فرم. مطابق معمول باز اولین مضراب راست رو میزنیم روی سیمای دیگه. هم تو مضراب 2 تا 1 و هم تو مضراب 3 تا 1 خیلی مهمه که صدای چپتون شنیده بشه. اگر صدای چپ، اگر مضراب رو ضعیف بزنید، یعنی مضراب چپتون ضعیف باشه، تمام این زیبایی این مضراب و تمام اون حس ریتمی رو که شما به شنوندتون القا میکنین در حقیقت از بین خواهد رفت. موقعی که قطعات ریتمیک ما میزنیم، مخصوصا در ساز تار، اگر ساز ریتمیک مثل تنبک یا دف با شما نباشه که اون حس ریتم رو القا کنه به شنونده، شما باید خودتون اون حس ریتم رو بدین. و این حس ریتم معمولا با زدن سرضرب ها روی سیم بم یا روی سیم زرد اتفاق میفته. یعنی تار از معدود، حالا نمیتونم بگم از معدود سازها، ولی در تار استفاده به جا از سیم بم باعث میشه که شما حتی اگر یک در حقیقت نوازنده تنبکی یا یک ساز ریتمیک رو کنار خودتون نداشته باشید، کاملا بتونید حس ریتم رو القا بکنید به شنونده خودتون. و مثلا یکی از مضرابایی که میتونه این حس ریتم رو القا بکنه همین مضراب 3 تا 1 هست و یا مضراب 2 تا 1، وقتی که شما در حقیقت بتونید اولین مضرابتون رو روی یا سرضرب ها رو اصطلاحا روی سیم بم یا سیم زرد بزنید و بعد ملودی رو مثلا روی سیم سفید اجرا بکنید به این فرم. کنید که قطعه مثلا اگه بخوایم بزنیم، یه جایی سیم سفید داره ملودی رو میزنه و سیمای زرد و سیم بم به عنوان سیم به عنوان پایه و یا ریتم استفاده میشن و بعد دوباره همین اتفاق میفته به صورت بالعکس. سیم سفید رو به صورت پایه نگر میداریم. حالا اینا رو بعدا براتون توضیح میدم به صورت کاملا باز مشروح و دیتیل، ولی فعلا میخوام بگم که مضراب هایی که میبینید مضراب های الگو هستن. وقتی اینا رو آدم یاد بگیره و درست بتونه بزنه، بعدن شما تو هر دستگاهی اون فرم رو میتونید با مضراب صحیح بزنید و دقیقاً مطلبتون رو، حق مطلب رو اصطلاحاً ادا بکنید. اینجا بخش مضرابمون تموم میشه.